مرغ به حد کافی هست، ولی صف مرغ هم همچنان هست. به گفته مسئولان جهاد کشاورزی، مرغ به حد نیاز تولید و توزیع می شود، اما صف گرفتن مرغ جلوی مراکز میوه و تربار همچنان تشکیل می شود، چون بین قیمت مغازه و میادین میوه و تربار تفاوت چند هزار تومانی وجود دارد. خبرنگار ما پیگیری کرده که چرا باید وضع این گونه باشد. اینجا میدان بهمن، محل عرضه عمده مرغ به خرده فروشی ها. مرغ الان اینجا چند میدین شما؟ 28 تومان. 28 تومان کیلویی؟ سر شما میفروشید چند باید مغازه‌دار بفروشه؟ مغازه‌دارم 30. چند الان مرغ اینجا بتونه؟ ما 28 میخریم. چند میفروشید؟ 30. 28 خرید، 30 فروش. این اما همه ماجرا نیست. چیزهایی هست که قبلی ها به ما نگفتند. آیا قیمت روی دیوار همان قیمت عرضه عمده است؟ غیر قرفه 7 و زمین دولتی نمیده. داره بار فروخته میشه به 33,000 تومان، 32,000 تومان. اینجا چیزی به نام 28 تومانی نداریم. ما یه قرفه توی میدون میاد شب اسم می‌نویسه، اونم 29,000 تومان شده. بازرسی اصناف در خدمتتون هست. در این میدان ناظران هم حاضرند. همکاری ما نظارت کامل روی هر قرفه رو داره. و جالب این که تمام اینها در مقابل چشمان آنها حادث می‌شود. به این ترتیب قیمت مرغ در اکثر خرده فروشی ها نه اون چه باید باشد که فراتر است. 32 خریدش امروز، 35 هم میفروشم. قیمت مرغ 32,800. قبلا میفروختیم 32 تومن، الان میفروشیم 36 تومن. افتش قیمت تو چند روز اتفاق افتاده؟ دو سه روز. کیلو چند آقا؟ الان 31,500. کیلو 37 تومن. مرغی که 24,900 تومن دستوری میخواستن قیمتشو نگه دارن، الان 37,000 تومن، اونم نیستش. از 28,500 الان اومده تو 32 تومن. میگه کیلو 37,000 تومن. بیرجن امرو توزش کیلو 33,000 تومن. قیمت 36,700 تومن هم دیده. 27 تومن بود، 4 تومن افزش قیمت داشتی. قیمت مرغ میره بالاتر، حداقل اون چیزی که ما سفارش میدیم همونو به ما بدن. الان اون اتفاق نمیفته. نه، هنوز مرغ کمه. این بار هم که قرار بوده به میدان بهمن برسد تا با قیمت مصوب وارد خرده فروشی ها شود، راهش کج شده یک راست به سمت مغازه. 31 زده، شما چرا 32,800؟ نیست که، چون دست دلال است. من الان اینو 32 گرفتم، 32,800 هم میبوشم با 800 تومان. دلال ها کجا میارن عرضه میکنن؟ بیرون کجا؟ بیرون از میدان، میدون بهمن. اصلا کلا بیرون میدون با پخش میکنن، نمیادن داخل میدون. داخل باید بپرسید چند میخره. از یخچال تا صندوق عقب این خودرو هم برای جابجایی مرغ فاصله ای نیست. برای مصرف چیز نیست، یعنی مغازه اینا نیست. نمیدونه. دلال ها دیگر به نیسان یخچالدار هم نیاز ندارند. مرغا رو میارن اونجا، کسی نظارت نمیکنه. مرغا رو به دست فروشا میدن، به مردم نمیدن. مرغا رو میارن اینجا تقسیم میکنن. از خرده فروشی ها به میادین میوه و تره بار می روید. تقریبا سهمیه روزانه من حدود 5 تن هستش. اینجا همچنان نرخ همان 25,000 تومان است. مرغ چند؟ 25. کیلو 25,000. بعد محدودیتی هم داریم تو عرضه نفری چند؟ 3 تا. طول میکشه مرغی که براتون میاد تموم بشه؟ تا 10-11 روز داریم. 2-3 ساعت. این اختلاف قیمت خرده فروشی ها با میادین میوه و تره بار هم باعث ایجاد این صف‌های طولانی خرید مرغ شده. چقدر تو صف بودین از صبح؟ الان یه ساعت. حالا صف که پیش نمیره. میگن ارزششون خوبه. واقعیت همین اینه که ما زمان زیادی وایسادیم. از ساعت فکر می‌کنم 7 و نیم اومدن، الان نزدیک به 9. امروز هم من 4 ساعت اینجا وایسادم. 6 و نیم صبح من اینجا هستم وایسادم برای 3 تا مرغ. الان ساعت 9 صبح تام. بله. الان یک ساعت تو صف وایسادم. تا حالا نوبت ما شده. مسئولان جهادی کشاورزی میگویند در تامین گوشت مرغ مشکلی نیست. مشکلی نداره، روند افزایشی خواهد بود و برنامه‌ریزی هم شده با وارداتی که انجام میشه، ایشالله هیچ مشکلی برای گوشت مرغ مردم وجود نخواهد داشت. و هرچه هست به نظارت باز میگردد. قطعا باید در واقع ناظرین شبکه توزیع وارد عمل بشن اگر در واقع این قصره، چون بنا نیست که همچنان که من عرض کردم که تولید کننده به سود معقول برسه، مصرف کننده هم نباید در حقش ظلم بشه و باید به قیمت عادلانه خریداری بشه. همه اینها البته در روز روشن اتفاق می افتد. به هر صورت اگر قرار هست مرغ به قیمت به دست مصرف کنندگان برسه، هم باید شبکه توزیع تقویت بشه و هم نظارت ها باید به شکل جدی افزایش پیدا کنه. فرزاد آذری، بقا خبرگزاری صدا و سیما.